بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان که ویدیوهای ما را از طریق چینل یوتیوب ما مشاهده میکنن. درس امروز ما شما با ادامه درس قبلی ما که در مورد رایت آرتریم صحبت کرده بودیم، حالا به طرف رایت ونتریکل میریم که در جمله از امو سیستمیک یا رایت سایت رایت پمپ ما شامل میشه یا پلمونری پمپ. خب در مورد رایت ونتریکل صحبت میکنیم که رایت ونتریکل یک از جمله امو عضلات است و یکی از چمبرهای هرت ما شما می باشه که از لحاظ آناتومی در کجا موقعیت داره. در قسمت رایت ونتریکل ما شما قسمت زیاد انتریور سرفیس و همچنان یک قسمتی از دیافراگماتیک سرفیس ما شما را خود انمی رایت ونتریکل ما شما می سازه که اوت فلوش یا انمی خود جریانی که رایت ونتریکل ما شما داره به طرف چی است؟ به طرف پلمونری ترانک. یعنی ما شما در این ناحیه رایت ونتریکل یک سیستمیک سرکولیشن نداریم که به تمام بدن خون را پمپ کنه، یعنی یک ماینر سرکولیشن داریم که تنها مستقیم انمی پمپ خون را به طرف چی میبره؟ به طرف لنگس ما شما روان میکنه و دی اکسیجنیتد بلاد را روان میکنه به طرف لنگس تا که اکسیجنیتد شود. ما شما یک ناحیه داریم که به نام ترابیکولا کرنیا یا پاپیلری مسلس یاد میشه. در ناحیه ونتریکل ما شما چون ونتریکل وظیفه ای است که باید خون را بگیره از ناحیه آرتریم ما شما، از ناحیه آرتریا باید خون را ونتریکلز بگیره و پمپ کنه به طرف خود پلمونری سرکولیشن. اگر ایره ما شما رایت آرتریم در نظر بگیریم، در این ناحیه ما شما داریم رایت ونتریکل، رایت ونتریکل ما شما. خب در این ناحیه ما شما یک والو داریم که به نام تریکاسپید والو یاد میشه که ما شما بازی را میخوانیم که از چی ساخته شده و چه رقم است. در ناحیه ونتریکل ما شما ما یک تعداد عضلات داریم که به نام پاپیلری مسل و یا هم ترابیکولا کرنیا یاد میشه. این می پاپیلری مسل ما شما عضلات حلیمه ای به این شکل موقعیت داره که ما شما میخوانیم که با سه دانه عضلات می باشه. یعنی این پاپیلری مسل بالاخره به امتداد از اینها ما شما چی داریم؟ کوردرتینرنای داریم. کوردرتینرنای ما شما میره مستقیم وصل میشه با خود اینمی کسپ های ما شما، با اینمی تریکاسپید والو ما شما وصل میشه که یک زمان سیستول داریم و یک دیاستول. هر زمانی که دیاستول رخ میده اینمی عضلات به طرف پایین یعنی استرخا میکنن. وقتی که استرخا کردن به طرف پایین میه اینمی تندون ها را کش میکنن به طرف پایین. تندون که کش شد والو ما باز میشه و خود اینمی محتویات یا بلده که در ناحیه رایت آرتریم ما شما هست در این ناحیه انتقال پیدا میکنه به طرف رایت ونتریکل ما شما انتقال پیدا میکنه و بالاخره پس دوباره در زمانی که ما شما سیستول داره اینمی عضلات کانترکت میشن یعنی تقبض میکنن و اینمی والو دوباره بسته میکنن. وقتی که این والو بسته شد از ریگورجیتیشن یا دوباره انتقال اینمی خونه که در قسمت رایت ونتریکل داریم به طرف رایت آرتریم جلوگیری میکنه و میره به طرف پلمونری سرکولیشن که اینمی ترابیکولا های ما شما و یا هم پاپیلری مسل ما شما در کجا موقعیت داره؟ در ونتریکولر سرفیس ما شما موقعیت داره که اتچمنت تندن لایک فیبروس کارتس می باشه که به نام کوردا تندنای ما شما یادش کردیم. خب در این ناحیه ما شما صحبت میکنیم اینمی ترابیکولا کرنیا و یا هم چی می باشه؟ خود اینمی پاپیلری مسل ما شما می باشه که ما شما سه نوع پاپیلری مسل می داشته باشیم که شامل سپتال پاپیلری مسل، انتریور پاپیلری مسل و همچنان پوستریور پاپیلری مسل می باشه که اینها به امتداد اینمی پاپیلری مسل ما شما چی داریم؟ کورد تندنای داریم که میره به طرف تریکاسپید والو ما شما با اونها وصل شده. خب قسمه که گفتیم سه نوع پاپیلری مسل می داشته باشیم که شامل انتریور، پوستریور و همچنان سپتال می باشه که انتریور در کدام از جمله بزرگترین نشان می باشه که در کدام ناحیه قرار داره؟ در قسمت انتریور وال ونتریکل ما شما موقع داره. دیگه ما شما گفتیم که پوستریور پاپیلری مسل داریم که پوستریور پاپیلری مسل شامل دو و یا سه میتونه که یک استرکچر باشه، دو تا باشه و یا هم سه تا باشه که با خود اونمون کورد تندنای ما شما وصل میشه که در کجا موقعیت داره، از کجا منشأ میگیره؟ از وینتریکولر وال ما شما منشأ میگیره. دیگه ما شما گفتیم که سپتال
پاپیلری مسل می داشته باشیم که سپتال پاپیلری مسل ما شما بعضی حالات موجود می باشه ولی در بعضی حالات بیخی هیچ موجود نمی باشه، یعنی هم می تانه اسمال موقعیت بگیره و یا هم ابسنت باشه که با اونم کورده تندنایی که در کجا در سپتال وال است با اونها وصل میشه. قسم که در اینجا ما شما میبینیم گفتیم سپتال پاپیلری مسل است که در دیواره سپتم یا انترونتریکولر سپتم موقعیت داره. دیگه ما شما پاستیر پاپیلری مسل داریم که در ناحیه پاستیر است و همچنان انتریور پاپیلری مسل. فیزیولوژی از یک قسم است که هر زمان که دیاستول میشه اینمی خود ونتریکل ما شما اگر ما در نظر بگیریم این ونتریکل است، این تندون های ما شماست و این پاپیلری مسل. وقتی که این ونتریکل استرخوا میکنه این پاپیلری مسل به طرف پایین کش میکنه. یک به طرف پایین کش شد خود این کورد تندنای هم پایین میاد. وقتی که این پایین آمد والو که در بالا داریم ترایکسپید این والو باز میشه. وقتی که والو باز شد خونی که در قسمت رایت اتریوم داریم این خون انتقال پیدا میکنه به طرف رایت ونتریکل. پس دوباره زمان این شد زمان سیستول. پس دوباره زمان دیاستول شد. پس دوباره زمان سیستول وقتی که کانتراکت میشه امی خوده از عضله قلبی ما ناحیه رایت اتریوم وقتی که کانتراکت میکنه پس اینمی کورد تندنای پش میکنه به طرف بالا. وقتی که پش کرد اینمی ناحیه خود ترایکسپید والو ما شما چی میشه؟ بسته میشه. وقتی که بسته شد پس اورتیک والو ما دوباره باز میشه و خون میره به طرف چی؟ به طرف پولمونری ترنک ما شما انتقال پیدا میکنه. خب این ترایکسپید ما گفتیم که خود اینمی والو ما شما که ترایکسپید است بین رایت اتریوم و رایت ونتریکل ما شما موقعیت داره. خب اینمی ترایکسپید والو در اتریو ونتریکولر اوریفیس می باشه، یعنی بین اتریوم و همچنان ونتریکلز موقعیت می داشته باشه که در کدام وقت در دیورینگ ونتریکولر کانترکشن چی میشه؟ اینها بسته میشه که به نام رایت اتریو ونتریکولر والو هم یاد میشه. بخاطر ازی ما شما این ترایکسپید میگیم که شامل سه کسپس می باشه یا سه برگه می داشته باشه، یعنی به این شکل است که یک برگه طرف چپ طرف راست و همچنان طرف انتریور می داشته باشه که اینمی کسپ های ما شما وقتی که با هم دیگه یک جا می باشه، یعنی جدایی نیست، هر کسپ با هم یک جای می باشه که اونمون ناحیه که با هم یک جای میشه او را به نام کمیشر ما شما یاد میکنیم. خب اینمی سه کسپ ها بیس آن موقعیتی که قرار داره به انتریور سپتال و همچنان پاستیریور کسپ یاد میشه که اونمو ریلیتید پوزیشن نظر به اونمو پوزیشن که موقعیت داره نظر به اونمو تقسیم بندیش صورت گرفته. خب دیگه ما شما گفتیم که اگر در نظر بگیریم اینمی رایت ونتریکل ما شما شامل دو والو می باشه، یکی ترایکسپید والو و همچنان پولمونری والو. ترایکسپید والو ما اونم والو است که بین رایت اتریوم و رایت ونتریکل موقع داره، ولی پولمونری والو ما شما بین رایت ونتریکل و همچنان پولمونری ترنک ما شما موقع داره. اگر اینجا ما شما داشته باشیم رایت اتریوم رایت ونتریکل و در این ناحیه ما شما داریم پولمونری ترنک، دو والو داریم، این ناحیه ترایکسپید و این ناحیه هم پولمونری والو. ترایکسپید والو در زمان دیاستول باز می باشه ولی پولمونری والو در زمان سیستول باز میشه و خون را انتقال میده به طرف شش های ما شما. خب اینمی پولمونری والو ما شما در کجا؟ در اپکس انفندیبولم موقعیت داره که اوت فلو ترکت یا راه خروجی به خاطر چی است؟ رایت ونتریکل ما شما می باشه که با کجا؟ با ناحیه پولمونری ترنک باز می شود. اینمی والو ما شما با پولمونری ترنک باز می شود و اینمی والو پولمونری والو که ما شما داریم ساخته شده از سه دانه سیمی لونر یا نیمه هلالی شکل کسپ ها می داشته باشند که اینها از چی است؟ به ناحیه آزاد است، یعنی اینها و مثل ترایکسپید والو ما شما کمیشر از خود نداره، یعنی به شکل باز می باشه که در کدام ناحیه باز میشه؟ در ناحیه لومن پولمونری ترنک ما شما باز میشن. اینمی سه کسپ که نامگذاری میشن با لفت رایت و همچنان انتریور سیمی لونر کسپ می باشه. روی تصویر میبینیم ما شما گفتیم که پولمونری والو ما شما شامل سه کسپ است به این شکل که شامل رایت لفت انتریور و همچنان رایت پولمونری کسپ یا سیمی لونر
کسبیاد میشه، یعنی نیمه هلالی شکل است. وقتی که زمان سیستول صورت میگیره، خون پمپ میشه به طرف پلمونری ترنگ، دوباره از اینمی جلو برگشت خون یا ریگورجیتیشن خون به طرف رایت ونتریکل جلوگیری میکنه اینمی کسب. یعنی در زمان سیستول باز است ولی در زمان دیاستول دوباره بسته میشه. خب دوستای عزیز، این بود درس امروز ما شما در مورد رایت ونتریکل. در مورد رایت ونتریکل صحبت کردیم که کدام قسمت از قلب را میسازه، در کجا موقعیت داره، شامل کدام عضلات است، از چی ساخته شده. از نظر فیزیولوژی هم گفتیم که از جمله ماینر سرکولیشن می باشه، یعنی پلمونری سرکولیشن را به عهده داره که خون دی اکسیجنیتد را از تمام بدن میگیره و روان میکنه به طرف چی؟ به طرف لنگس ما و شما تا یک اکسیجن دار شه و دوباره انتقال پیدا کنه. خب درس بعدی ما و شما از رایت پمپ خلاص میشه، میریم به طرف لفت پمپ که در لفت پمپ باز ما و شما لفت اتریوم، لفت ونتریکل و بالاخره آورتا و همچنان خود اینیمی واسکولیچر یا بلد سپلای خود هرت را انشاءالله باز میخوانیم و درس بدیم.